سرخط خبرها، سه کشته در اثر حادثه در ایران، شهادت یک فلسطینی در اثر اصابت گلوله نظامیان اسرائیل، حمله تند کیم یو جون به رئیس جمهور کره جنوبی، جواب رد روسیه برای غیر نظامی کردن نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا و اقدام تازه آمریکا علیه روسیه. مشروع اخبار. سه کشته در اثر حادثه در ایران. به گزارش اسپوتنیک به نقل از مهر، عارف اصل شرحانی اظهار کرد بامداد امروز جمعه یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور اهواز به خرمشهر منطقه ام‌التمیر واژگون شد. وی افزود متاسفانه در این سانحه رانندگی دلخراش مادر 32 ساله همراه با دو فرزند کودک و نوجوانش جان خود را از دست دادند. شهادت یک فلسطینی در اثر اصابت گلوله نظامیان اسرائیل. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که سلاح توفیق صفافته شهروند فلسطین بر اثر جراحت در پی اصابت گلوله نظامیان اسرائیلی به سر به شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری معا، منابع پزشکی اعلام کردند که این شهروند 58 ساله فلسطینی پس از جراحت از ناحیه سر توسط هلال احمر فلسطین تحت درمان قرار گرفت. این فلسطینی صبح در حین خروج از منزل برای شرکت در نماز صبح از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود. وی پس از تلاش پزشکان برای نجات او به شهادت رسید. حمله تند کیم یو جونگ به رئیس جمهور کره جنوبی. به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی طی بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA منتشر شد عنوان داشت بهتر بود که یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی به جای اینکه مهمل بگوید به خاطر ورچ‌های خود دهانش را می‌بست. او چیز بهتری برای گفتن نداشت. این خیلی ساده و بچگانه است که او فکر کند برای افتخار و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی می‌تواند معامله اقتصادی کند. وی افزود هیچ کس سرنوشتش را با کیک ذرت عوض نمی‌کند. وزیر اتحاد کره جنوبی، شخصی که روابط با کره شمالی را مدیریت می‌کند، اظهارات خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را بسیار توهین‌آمیز و گستاخانه خواند. خواهر کیم جونگ اون در ادامه خطاب به یون گفت: ما تصریح می‌کنیم که رو در روی او یون نخواهیم نشست. جواب رد روسیه برای غیر نظامی کردن نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا. روسیه درخواست‌ها برای غیر نظامی کردن کامل منطقه اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جنوب اوکراین را رد کرد. یک مقام روسی گفت که این اقدام نیروگاه هسته‌ای را آسیب پذیرتر می‌کند. درخواست‌ها برای غیر نظامی کردن بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا پس از آن بود که دو طرف درگیر در جنگ اوکراین یکدیگر را به گلوله باران منطقه اطراف نیروگاه متهم کردند. و اقدام تازه آمریکا علیه روسیه. به گزارش اسپوتنیک، رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای اختصاص حدود 800 میلیون دلار کمک نظامی اضافی برای تضمین امنیت اوکراین است. این منابع گفتند جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از اختیارات کاهش تسلیحات خود استفاده می‌کند که به او اجازه می‌دهد تا اجازه انتقال تسلیحات مازاد از ذخایر ایالات متحده را بدهد. انتظار می‌رود کمک‌های اضافی روز جمعه اعلام شود.